آقای مسعود رجبی بعد از اینکه حکومت آقای خمینی رو سر کار آوردن با زور اسلحه یارانشون و همرزمانشون به قول خودشون و به اتفاق توده‌ای‌ها و فدایان خلق و دیگر گروه‌های مارکسیست در ایران، چون عمل و بنا مسلسل بلد نبودن به دست بگیرن چیریک‌های در فلسطین دوره دیگه بودن بلد بودن این کار رو و اما بعد از اینکه به قول خودشون قیام کردن، قیامی مردمی کردن، به فرودگاه مهرآباد رفتن و سرود خوندن برای امامشون و امامشون روی دست به خانه آوردن، بعد از یکی دو سال که آقای خمینی خسته شدن از تیرباران ملت ایران و رفتن سراغ خود آقایون همکارانشون ولی صدر رجبی و غیرالزالک، آقای رجبی شروع کردن به اعتراض و گفتن که این امام قاتل و جانیه رو داره میکشه و دیشب به من گفتن که ما نمیدونستیم که امام انگلیسی هستش. خمینی وقتی که به ایران آمد در تلویزیون گفتش که مجاهدین خلق آمده بودن به نجف و میخواستن من رو اقبال بکنن. این جمله آقای خمینی و شب این آقای گفتن که شما که قدرت این رو دارید کسی رو اقبال بکنید که ما رو اقبال کرد، شما دیگه چه؟ شما گفتن که ما جمهوری میخواهیم، جمهوری دوم میخواهیم. این رو این آقای بگن و من به این آقای جواب میدم کدوم جمهوری آقای رجبی؟ کدوم جمهوری دوم؟ با 6000 سال تاریخ ایران رو به باد نمیدید که آقای بنی‌سعد و آقای رجبی رئیس جمهور نباشن. ما به تاریخ کشور رو خیانت نمی‌کنیم. اگر میگویند که ما دموکرات هستیم، ما میریم به ایران و بعد میپرسیم که شما چی میخواید، پس خیلی بیجا میکنن و گم میکنن که جمهوری دوم از حالا برای ما درست میکنن. اول از ما سوال میکنن چی میخواید، بعد از اونجا درست میکنن. یک، دو، آقای مسعود رجبی حق ندارن به اسم نماینده ملت ایران برن با طارق عزیز قاتل ملت ایران قرار داد بزن. مردم کشور ما و ستان استانهای کشور ما، روزستان ایران، کردستان ایران و لرستان ایران زیر بمب‌های عراقی نابود شدند. زنان و مردان ایرانی به دست صدام حسین و افسران کشته شدند. 1400